سلام دانش عزیز، امروز میخوام گسترش یک مدل مطابق شکل تعیین شده زیر رو برای شما آموزش بدم. همینی که میبینیم میخوایم شکل رو گسترش بدیم. برای حل مسئله باید به نمای رو بالا مراجعه کرد که ویدیوی قبلی توضیح داده شد. اون سه نما اینه: نمای روبرو، نمای بالا و نمای چپ که در ویدیوی قبلی به دست آوردیم. فقط نمای روبرو و نمای بالا رو نیاز داریم. همونطور که مشاهده می‌فرمایید، گسترش این مدل مطابق شکل زیر هست که توضیح داده می‌شود. اینو ما برای شما توضیح می‌دیم: نمای روبرو، نمای بالا و این گسترش و صفحه داخلی این که قرمز رنگ بود شما آموزش قبلی دیدین، برای شما توضیح میدیم. خب ببینید، این نمای روبرو هست و نمای بالا. ما برای درآوردن گسترش این هیچ نیازی نداریم، فقط نمای بالا و چپ مورد نمای چپ روبرو و بالا مورد تاییده. خب اولین کاری که میکنیم دانشجوی عزیز، این یال حقیقی رو ما کپی میکنیم و حتما باید اینجا عمود باشه که بتونیم در موازات این انتقال بدیم. اینو خب اینو انتقال میدیم، خارج میشیم، میایم یه دایره میگیریم به مرکز این، به این شعای یال حقیقی دایره میزنیم. خب ببینید، این سطح تحتانی این زلی که میبینید اینجا به زل 44 هست. بهترین را دانشوی عزیز اینه که ما با دایره همینجا دایری به شعای 44 بزنیم. خب اینو میبینید که همینجا 6 تا از اینا رو ما به شعای 44 میزنیم. میبینید این درست شد. خب حالا ما این یالو به اینجا وصل میکنیم و سطح تحتانی اینو به این صورت وصل میکنیم. خب ببینید این کاملا وصل شد. حالا ما یال حقیقی رو وصلش میکنیم. خب درست شد. حالا ترمش میکنیم و اینم ترمش میکنیم، پاک میکنیم اینا رو. خب این حالا همه درست شده دانشوی عزیز. میریم تو تکست. حالا اینو با حروف بزرگ سطح فوقانی یا شیش و زیر شیش زلی رو حروف بندی میکنیم. خب این تکرار شده. حالا این یال مجازی جا افتاده، یال حقیقی جا افتاده، اینو رسم میکنیم. خب اینجا ما سه تا یال مجازی داریم باید به دست بیاریم. ببینید یه یال مجازی SM، یال مجازی SK و SH. خب ببینید اینجا و اینجا رو این یال مجازی تعیین میکنیم. اینو یعنی دیمنشن میگیریم، این اندازه رو میخونیم. دانشوی عزیز شد 29.1. خب پس یال مجازی SM و SH رو میتونیم به دست بیاریم با دایره چی؟ اینجا به مرکز این به شعای 29.1 میزنیم، چون روی SA هست. همینجوری که میبینین، ببینید AB روی یال AB هست، پس بنابراین روی سطح یال AB هست. اینو 29.9 اونورم دایره میزنیم روی D. ببینید نقطه D اینجا 29.1 میزنیم. خب حالا این یال مجازی SM رو وصل میکنیم اینجا. دوباره یه یال مجازی اینجا SH رو وصل میکنیم. تکست انتخاب میکنیم، اینجا میذاریم SM، اینجا یال مجازی SH.
خب تایید شد. حالا این رو پاک میکنیم، این دوتا دایره رو. خب حالا اینجا ببینید یه یال مجازی اسکا داریم. ببینید اسکا درست وسط این قرار داره، یعنی وسط به سه. خب اینو به اینجا وصل میکنید، این یال مجازی اسکا هست. خب پس اینو تکسش میدیم، تکس دادیم، اینجا میذاریم اسکا. پس ببینید دو یال مجازی HSM و اسکا رو به دست آوردیم. حالا میریم قرمز اینجا دایره خط رو انتخاب میکنیم. حالا این نقاط رو انتقال میدیم دانشجوی عزیز، یعنی نقطه اون با سطح بالا دو رو، یک و دو و همه تا شیش رو انتقال میدیم. ببینید نقطه سه و هفت اینجا انتقال میدیم، چهار و شیش هم اینجوری، پنج هم انتقال میدیم تا یال اس آر رو قطع کنه. خب حالا میایم دایره رو میگیریم به مرکز این، به اینجا دایره میزنیم برخورد یال اس آ با اون خطوط. خب حالا میریم ترمش میکنیم. خب اینجا و اینجا رو ترمش میکنیم، میبینیم درست شده. حالا پاک میکنیم اینجا رو دانشجوی عزیز. خب اینا آماده هستن. خب این یکی که بود اینم پاکش میکنیم. حالا میریم رو تکست. ببین این نقطه یکه، خب میذاریم یک، یعنی این نقطه یکه باید استفاده کنیم ازش. این دو و هشته، این یکی سه و هفته، و یکی چهار و شیشه. این یکی پنج هست، این هم که آ هست که انجام شده. حالا میریم توی اینا آبیش میکنیم، میریم تو پوینت ستایل. پوینت ستایل زبطه رو میگیریم، اینو عدد دو رو انتخاب میکنیم، تایید میشه و میریم تو درا پوینت. پوینت حساس میکنیم، یه زبطه اینجا میزنیم، اینو استفاده میکنیم که دیگه اینقدر تکست رو تکرار نکنیم. همینجا انتقال میدیم، ببینه اینا انتقال میدیم، میاریم اینو از عمود خارج میکنیم، میاریم نقطه یک. نقطه یک رو ببینید روی اسکا قرار داره. خب از یه ضرب در میزنیم. نقطه پنج ببینید، نقطه یک از پنج هم روی اسکا قرار داره. بس اینجا هم یه نقطه میزنیم، یک و پنج. خب دو ببینید روی یال اینجا، نگاه کنید روی یال اینجا S E و S C قرار داره. ببینید S C S E. خب پس این نقاط رو ما روی نقاط یال حقیقی رو در اینجا میزنیم. ببینید در اینجا نقطه چهار روی یال حقیقی است، یال حقیقی S C. خب پس اینجا چهار میزنیم، شش هم روی یال حقیقی S B. ببینید این یال شیش، یال حقیقی اس ب اینجا میزنیم، یال حقیقی اس ب. خب اینجا هفت دو سه یال مجازی هستن، ولی هشت نه، هشت روی یال اس ب هست. خب پس ببینید یال اس ب رو، هشت روی یال این سه این یال حقیقی S6. بس یه دو
و 8 رو یال SC و SP گذاشتیم. حالا اینجا یال مجازی SM و SH داریم. خب ببینید اینجا باید ما خط تا انتخاب کنیم سطح مقطعش در بیاد. ببینید 29.1 ببینید اینجا یال مجازی هست. خب پس بنابراین خط تا انتخاب میکنیم اینجا به این صورت تو سطح مقطع این یال مجازی رو اینجا و یکی میذاریم اینجا به این صورت. دوباره میاریم اینجا دوباره یال مجازی اینو از ب و نیا کنین از ب اینجا ما انتخاب میکنیم. خب حالا این کپی میکنیم این نقطه رو میاریم روی یال مجازی سه. سه کجا بوده؟ اینجا قطع میکنه. ببینیم سه اینجا یال مجازی سه هست اینجا یال مجازی هفت هست. نگاه کنید اینجا. خب پس ببینید نقاط کاملا انتخاب شدن. حالا میریم رو تکست. تکست رو انتخاب میکنیم دانشجو عزیز. این همون یکه. این دو هست. میبینید در اینجا دو. این نقطه سه هست. این چهاره. که یال S3 هست. اینم 5 روی یال SK. اینم 6 روی یال SB و 7 روی یال SM. اینم 8 روی یال SB. پس ببینید نقاط 1 تا 8 انتخاب شد. خط میگیریم به اینجا وصلش میکنیم به این صورت 1 3 4 4 5 6 7 7 8 و 8 1. خب پس ببینید شکاف کاملا انتخاب شد. خب میریم تو دیمنشن انگلر رو انتخاب میکنیم زاویه اینجا و زاویه اینجا رو بگیم 139 تا هست. این 139 تا دوره انگولر میگیریم. این میبینیم که این محور وسط این کدومه. خب وسط اون SD هست. ببینید 70 هست. این تقریبا همون 39 نیم. این به خاطر نیمش ما اینو یک رقمی کردیم. این خود SD محور این زاویه است. خب پس میاییم اینو میرر میکنیم. یعنی اینو یعنی این شکاف رو به این صورت نسبت به اون محور SD که وسط اون قرار داره میررش میکنیم. این SD حالا کاملا این انتخاب شد. شکاف قرینه اونور هم انتخاب شد. خب پس بنابراین ما میتونیم اینو و اینو پاکش کنیم نیازی نیست. خب در اینجا ما به این صورت سطح فوقانیمون که 6 ضلعی رو دونه دونه به یالهای حقیقی رو نقاط یالهای حقیقی رو با هم وصل میکنیم. خب اینا همه رو پاکش میکنیم دانشجو عزیز که بتونیم این کاملا به دست بیاد.
دوره این دایره های قرمز هم پاکش میکنیم، دوره میریم رو ترم، اینو اینو داخل رو یکی یکی ترمش میکنیم. دانشجوی عزیز پاک میشن اینا، حالا باید انتقال بدیم یه شیش فضلی تحتانی و فوقانی رو کپی میکنیم، اینو انتخاب میکنیم، این نقطه رو انتقال میدیم به اینجا، حالا یه نقطه اینجا انتقال میدیم، خارج میشیم، زاویه ما بین این دوتا رو انتخاب میکنیم چون میخواهیم روتیتش کنیم. خب این نقطه و این نقطه 22 درجه است. خب میایم تو روتیشن، روتیشن انتخاب میکنیم، اینو میزنیم، این نقطه میگه 22 درجه بده زاویه رو، خب ما 22 درجه میدیم و این کاملا انتخاب شد. حالا دوباره کپی میکنیم این سطح فوقانی رو، این نقطه رو میگیریم به این صورت، میاریم به اینجا وصلش میکنیم، خارج میشیم، دوباره زاویه ما بین اون دوتا رو انتخاب میکنیم، انگل رو انتخاب میکنیم، دانشجوی عزیز انگل رو انتخاب میکنیم و زاویه ما بین این و اینو میخونیم، این 8 درجه است. خب 8 درجه رو انتخاب میکنیم. خب میایم روتیشن انتخاب میکنیم این نقطه رو، حالا میگه این زاویه رو به ما بده، زاویه 8 درجه رو میدیم به اون میچسبونه. خب این پاکون رو برمیداریم، اینو پاکش میکنیم. حالا برای سطح داخلی دانشجو این روشی که میگم حتما اینو رعایت کنین. ببین اندازه این رو پاک میکنیم دانشجوی عزیز، حتما میریم دیمنشن، دیمنشن انتخاب میکنیم، این نقطه یک به یک رو میگیم سینو یک دام هست، سینو یک دام و دانشجوی عزیز دو دو چهار چهار، اینا رو شما دانشجوی عزیز انتخاب میکنیم، یعنی میایم یکی که این شماره ها رو اینجا برای شما میزنیم، دیگه نمیخوایم زمان زیاد طول میکشه، میگیم عدد یک یک سینو یک دام هست، عدد دو دو چل چهار ممیز هشت دام هست، اینا رو همه رو انتخاب کردیم. حالا نقطه یک پریم دو پریم دانشجوی عزیز 14 ممیز 9 هست. خب پس دوباره اینجا یک پریم دو پریم 14 و 9 دام میذاریم دانشجوی عزیز، بقیه رو دونه دونه ما انتخاب باید بکنین، از اونجا بخونین و این شماره هایی که این صورت نوشته شده ببینیم. این کاملا اینا اندازه هایی است که هست اونجا، شما میتونین استخراجش کنین دانشجوی عزیز، اینا بذاریم اینجا. خب آیا اندازه ها به ما کمک میکنن صفحه داخلی اینو ما به دست بیاریم؟ چیکارش میکنیم؟ یه خط میگیریم دانشجوی عزیز، یه خط رو میگیریم، اندازه یک پریم دو پریم 14 و 9 دام رو میدیم، به همین ترتیب خط یکی که انتخاب میکنیم اندازه هایی که اونجا هستند. ببینید دانشجوی عزیز اینجا من تکس میدم و این اندازه ها که چی بودن شماره میدیم، اینجا یک پریم بوده، خب میزنیم یک پریم، این دو پریم بوده، خب به همین ترتیب اینم یک پریم. ببینید این اندازه ها یکی که داده شده از قبل. خب ما یک کویک دیمنشن میدیم اینجا دانشجوی عزیز، ببینید اندازه هایی که اونجا داده شده رو یکی یکی
اینجا در میاریم. ببینید این اندازه ها کاملا اندازه مشخص هست. این هم یکم میاریم پایین. اون عدد 6 رو کاملا دو پریم سه پریم رو ببینید. اینجا هم به همین ترتیب. پس ببینید این اندازه ها کاملا داده شده. حالا عدد 1 1 1 1 سینو 1 تام بوده. ببینید از اینجا سینو نصفش رو میزنیم که 19.55 هست. به همین ترتیب 2 2 44.8 تام بوده، نصفش 22.4 تام هست. به همین ترتیب 3 3 31.2 تام بوده، 15.6 تام هست. 4 4 63 بوده، 31.5 بوده. اینا نصف اون اندازه های 1 1 2 2 رو انجام میدیم. 5 5 71 بوده، نصفش 35.5 دامه. 6 6 63 بوده، نصفش 31.5 هست. حالا دوباره اینا رو 7 7 دانشجوی عزیز 31.2 دام بوده، 15.6 دام نصفشه. دوره 8 8 44.8 دام بوده، 22.4 دام نصفشه. خب حالا میاییم خطوط رو انتخاب میکنیم دونه دونه. این یکی یکم همون 3 9 1 دام بوده، 19.55 هست. خب حالا این یکی نقاط رو دونه دونه با هم وصل میکنیم دانشجوی عزیز. خب حالا میریم میرر، اینو میررش میکنیم. این سطح داخلی این به وجود اومده، کافیست که میریم بریم میررش کنیم. البته یه اندازه های اینجا رو میدیم ببینیم درسته. بله نصف سینه و یک دام 19.6 دام هست، درسته. اینجا هم یک رو اندازه میدیم 19.6 دام. دوباره میرر میکنیم، اینو میررش میکنیم نسبت به خط محور که این ست داخلی این به دست بیاد دانشجوی عزیز. خب این به دست اومد. حالا باز برای اینکه مطمئن بشیم یه لینیه رو انجام میدیم ببینیم اینجا 5 5 35.6 تام بود، حالا نصفش 35.6 تام هست، نصف نصف بوده. خب حالا میریم تو رد، ظاهری اینا رو دانشوی عزیز قرمز میکنیم. میبینین این کاملا قرمز شده، ظاهریش دست اومده. دوباره اینو به این صورتی که هست رو صورت قرمز نمایش دادیم دانشوی عزیز. قشنگ این